شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آذر، شاعر ملی و پژوهشگر فرهنگ و علوم اجتماعی هستیم. جناب آذر، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. ما و کار مداوم فرهنگی که می کنید در فرهنگ سیاسی میهن ما که بسیار به این کارها نیازمنده. درودی دگرباره بر شما. جمازم، بر 40مین سالگرد انقلاب ملی مردم ایران هستیم که سپس تبدیل شد به وقتی انقلاب مردم ملی ایران گفته بشه. بله، که سپس تبدیل شد که بله، این بعداً تبدیل شد به حاکمیت مطلقه ولایت فقیه یا جمهوری اسلامی و یا انقلاب اسلامی. میخواستم بفرمایید که چرا انقلاب شد؟ و بحث اول سر همینه که گفتم که انقلاب ملی مردم ایران، برای اینکه این انقلاب تا همونطور که بارها هم با هم صحبت کردیم تا فاصله های خیلی نزدیک اون به انجام رسیدنش اسلامی نبود. همه جا بودم. به همین دلیل با شما که میدونم همه جا بودید و همه جا هم نقش داشتید، حالا خواستم بفرمایید که چرا این انقلاب شد و آیا این انقلاب باید میشد یا اجتناب پذیر بود یا نه. و بعد همین که اینو در دو سه بخش میخوایم ادامه بدیم. یکی این که چرا این انقلاب ملی شد انقلاب اسلامی و چگونه دزدیده شد و به سرقت رفت، و بعد هم اینکه چرا به امروز رسید. بعد میشه که نخست بگویم که در باره اون چی که انقلاب بهمن 57، نخست بگویم که ما هر موضعی که داشته باشیم اگر بخواهیم او رو انقلاب ننامیم، از انقلاب هیچی نمیدونیم. ما میخواهیم یک معنی خودساخته بهش بدیم، به خاطر اینکه حتی از همه انقلاب های فرانسه و روسیه هم که یعنی یکی انقلاب کبیر فرانسه، یکی انقلاب اکتبر شوروی، روسیه که برشون شوروی، هیچ کدام اینها و هیچ کدوم دیگه و همه اینا هم که هم بذاری به اندازه که به میزانی که مردم در انقلاب ایران شرکت داشتن، در هیچ کدوم از این انقلاب های شناخته شده و ثبت شده در تاریخ شرکت نداشتن در هیچ کشور. اما اگر هنگامی که پیایندهای انقلاب به اینجا بکشه و بعد کمترم ما اهل اندیشیدن و تفکر و واقعیت های سنجیدن باشیم، بعد همین حرف ها از سوش در میاد. البته چون هنر نه اندیشیدن هم ما داریم. بله، این که خب خیلی البته خوب کردی پرسش ها هرچی باشه، به خصوص به نسل جوان. دقیقا، نسل جوانی که اون موقع نبودن و 40 سالی که آخون کارخانه دروغسازیش داره کار میکنه. درود شما. اتفاقا من میخوام بگم که خود من خوب با یه خاطری باید شروع کنم، خیلی هم به قضیه مربوطه. این خاطره یک بارم چند بار در همین پاریس برای من تکرار شده. این مسئله بانوی خوب مرتب تحصیل کرده وقتی در یه مهمانی من دید گفت که سالها پیش خیلی وقت محاصر شما رو ببینم علیتش، البته پیام خوبی ندارم براتون، ولی خب حالا بحث وقت شما رو دیدم خواهم بگم. گفتم بگوید، بفرمید. گفت که من
خشم سنگینی هم که دارن شما رو زیر میگیره. گفتم چرا؟ جرمش ابلاغ میفرمایید؟ گفت چرا؟ چون شما ها باعث شدین با همون شبهای شعر گوته که یک ساعت پیش از بهمن 57 بود دیگه میدونی پاییز 66 بود. بله 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 گفت همه چیزا همه آتیشا از اونجا روشن شد. گفتم خب جدیناش شوخی میکنه اگه حرف جدی داریم بزنیم. و گفتم که خیلی خب شما اولا اینجاگرتون باشه فرانسه به حسد من راضی نیستم که بابایی اینکه من زیر بگیرین بعد خود شما هم گرفتاری و حسد میشه. با این همه من گفتم تنها چیزی که من میتونم به شما بگم یک چند تا نکته روشن کردن قضیه است. یکی از قبول شده ترین نظریات درباره اینکه کی جامعه در چه جامعه‌ای با چه شرایطی یک جامعه در شرایط انقلابی قرار میگیرد یا خیر از انقلاب بینسوی این جمله منصوب به لنین پیشوای اون انقلاب روسیه که میگوید شرایط انقلاب در تعریف شرایط انقلابی میگوید که یک جامعه انسانی که هنگامی دارای شرایط انقلابی می شود که فرمان روایان نتوانند و فرمان پذیران نپذیرند. دقیقاً یعنی طبقه بالا دیگر نتواند اداره کند و طبقه بدن جامعه هم نخواهد اطاعت کند. اما البته دیگه اینقدر که مورد اتفاق نظر بوده که تو همه مکاتب جامعه شناسی سیاسی در همه فرانسه وقتی من خودم سر کلاس از خواهد دوست رو بشنیدم این شرایط انقلابی اما هیچگاه اما اینکه شرایط این انقلابی بعد چی از سوش مخواد در بیاد و آیا حساسا این شرایط انقلاب استامن میتونه انقلاب درسد یا نه اونا حرفای بعدیه حتما بود شما. اما اینکه درباره انقلاب ایران همون تعبیر ملی که شما کردین دقیقا به تو اعتبار خدش ناپذیر انقلاب ملی بوده. بله یکی به کسرت شرکت کنندگان در این حضور مردم تاریخی که بی نظیر بوده یکی هم به خاطر آرمان هایی که داشته از اول دقیقا. اما این آرمان ها خدا هم بوده است. خیلی مهمه جبازن این آرمان همینجاست که بسیارانی خلاص میکنن اطوان همه الان یک صحبت های خوب برپرس میکنم که کمتر اول این ویژگی جامعه به انقلاب ایران این است که انقلاب برای نان نبوده است بعد اقتصادی بعد نبوده است یا از این کنیزی شروع کنید اساسا انقلاب طبقه متوسط فرهنگی آغاز کرده. دقیقا اون بانو که به من میگفت شفایشه یک حسه ای از طبیعت توش بود خیلی البته خیلی خوب طبیعتا یک قانون نویسندگان ایران که از اساس در 1347 تشکیل شدید و به موجب اساس نامش مبارزه با سانسوره و از نظر اون خیلی از نویسندگان که قانون نویسندگان سال 47 به وجود آوردن قانون نویسندگان ایران که من افتخار بزرگم هم این است که از چندین جوان خیلی جوان خود به مؤسس قانون نویسندگان ایران بودم با این چشم انداز قانون اساسنامش نوشته شده است که اساساً فرهنگ بهروزی جامعه اینها یه درخت هستند که جز در هوای آزادی ریشه نمی کنند و بار به بار نمی نشینند بنابراین برای جامعه قبل از هر چیزی حقوق انسانی همون چیزی که در انقلاب مشروطیت تا اندازه بسیار زیادی به دست آمده بود منتها اجرا نمی شد باز یه ترانزه تنگه واقعا که یادتون باشه یک مسئله را عدم برو شده که
باور کردنی نیست وقتی اینا کنار هم بزنید. باور کردنی نیست که یک بعد از 83 سال از انقلاب مشروطیت رو میگذره یک همچین اتفاقی افتاده باشه که افتاده. حالا اجانتا بعد کردی سر این وضعه که چونه میشود که انقلاب پیش میاد. نخواست بگویم که انقلاب 22 بهمن که به 22 بهمن در حقیقت فقط دو روز آخر این مقدار با مشارکت جوانان پرشور انقلابی که در عربی انقلاب اون روزی فقط به اصله کشیده شد که تلاش بر میان آمد که چون که میدانید و بعد یادآوری میکنم که من خودم دانشگاه تهران بودم، برنامه سخنرانی بود، دوستان دانشجویان متعلق به چپ مستقل اینا بهشون بچه های فدایی دیگرون یه برنامه میشتن، بعد منم خواسته بودن که اونجا براشون صحبت کنم، چون دو روز جلوترشم 19 بهمن من در لاهیجان بودم سیاه کرد بعد آمده بودم یک مرتبه دو تا جوان قرار بود که اون میتینگ که روز 21 بهمن یا 22 بهمن بود یا 21 بهمن یا 22 که قرار پلاکارت های زیادی هم دور تا دور میدان فوتبال دانشگاه تهران حفظ کرده بودن. اونجا قرار بود که سخنرانی انجام بشه که دو تا جوان خودشون رسوندن با صدا بلند و فریاد کنان و دوان به سمت تریبون آمدن و اطلاع دادن که همکنون یه درگیری شدید نظامی رخ داده بین مقداری از همافران بله نیرو هوایی و حوالی میدون فوزیه لشکر گارد بله. من هیچ فراموش نمی کنم که البته بلا فاصله چیز قرد شد اون مراسم قرد شد و پیش به سوی کجا میدان فوزیه بله. بعد دقایقی طول نکشید که خیابان شاهرضا خیابان بعدن خیابان انقلاب عملا من الان که دارم میبینم با شما صحبت میکنم تو خیابان میبینم خیابان یه طرفه شد بله. از بعد به سمت شهر یعنی از پشت به 24 اسفند رو به میدان فوزیه خیابان یه طرفه شد با همه وجدان اخلاقی میخوام همین الان یک نکته یه بگم که معلوم خود این نکته سمبولیکه ولی خیلی خوب نشون میده که حضور روحانیت مبارز در این انقلاب شد بوده. تمام جوانان همه خیابون طرفه شده به سمت فوزیه معدل سنیه که میگرفتی البته بیشتر